سلام، من هانیم. به اتاق 13 خوش اومدید. همونطوری که بهتون قول داده بودم، قرار شد ما پرونده بابک خرمدین رو کاور کنیم. امروز یه سری اطلاعات جدید از پرونده اومده، یه سری آپدیت جدید اومده و همینطور صحبت‌های خانواده فرامرز که چطوری آرزو با فرامرز با هم آشنا شدن، چطوری ازدواج کردن و چطوری فرامرز گم شد و چطوری 10 از فرامرز بیخبر بودن. پس بریم با هم پرونده رو شروع کنیم. همونطوری که در اپیزود اول بهش اشاره کردیم، آرزو دختر بزرگ خانواده بوده و در سال 1351 متولد شده. در بعضی از منابع نوشته شده که آرزو در سال 1388 از همسر اولش جدا شده. در بعضی از منابع دیگه هم نوشته شده در سال 1378 که ما نمیدونیم دقیقش کدومه. ظاهراً همسر اول آرزو دندون پزشک بوده و در حال حاضر هم در قم ساکن هستم. طلاق آرزو از همسر اولش مصادف میشه با عود کردن MSش. خیلی حالش بد بوده. در اون زمان پسر عمش فرامرز هم تازه از همسرش جدا شده بوده. خب این دوتا با هم رابطه صمیمانه‌ای داشتن. چون هر دوتاشون هم در زندگی مشترک شکست خورده بودن، ظاهراً حرفهای زیادی برای گفتن با هم داشتن و رابطهشون روز به روز نزدیکتر می شده و تصمیم گرفته بودن که ازدواج کنن. خواهر فرامرز میگه که ما آرزو رو نمیخواستیم به عنوان عروس. اون با ما خیلی فرق داشت. ما یه خانواده مذهبی بودیم ولی اون خیلی آزاد بود. ولی برادر 50 میخواست که با اون ازدواج کنه و ازش حمایت کنه. از یه طرف دیگه بیماری MS آرزو خیلی عود کرده بود و هر لحظه بدتر میشد. بالاخره اونها یک شب دور هم جمع شدن. پدر فرامرز به اون مراسم نیومد ولی اکبر خرمدین صیغه محرمیت رو بین دخترش آرزو و فرامرز خوند و اونها رو به هم محرم کرد. ولی از همون لحظه اول اختلافات فرامرز و آرزو شروع شده بود و هر لحظه با هم بدتر و بدتر می شدن. در نهایت فرامرز تصمیم گرفت که نامزدیش رو با آرزو به هم بزنه، ولی آرزو خودکشی کرد و فرامرز از این کارش پشیمون شد. بنابراین در مهر سال 1390 با هم ازدواج کردند. ولی این ازدواج رابطهشون رو بهتر که نکرد هیچی، خیلی بدترم شد. دعواهاشون شدیدتر می شد، قهرهای زیادی اتفاق می افتاد و آرزو هر دفعه قهر می کرد و می رفت خونه پدر و مادرش و اونجا می موند. در دیماه سال 1390 آرزو تصمیم گرفت که برای همیشه به خونه پدرش برگرده بعد از 6 زندگی مشترک. در 14 اسفند سال 1390 فرامرز تصمیم میگیره که یه دسته گل بگیره، بره خونه داییش و ازدواجش با آرزو رو به خوبی و خوشی تموم کنه. اون شب با خواهرش تلفنی حرف میزنه و میگه که دایی اکبر اینجاست، همسرش، افشین برادر کوچک آرزو و آرزو. این آخرین باری بوده که خواهر فرامرز صدای برادرش رو میشنوه. تا اینجا ما صحبت‌های خواهر فرامرز رو شنیدیم. اما یه سری اعترافات جدید هم از اکبر خرمدین داریم. اکبر خرمدین ادعا کرده اون شب که فرامرز به خونشون میاد، زرشک‌پلو با مرغ میپزن و خود آرزو 80 قرص خواب‌آور رو آماده کرده بوده و در غذای همسرش میریزه تا اونو بیهوش کنه. بعد از این که فرامرز غذا رو میخوره و بیهوش میشه، اکبر خرمدین با چاقون رو به قتل میرسونه و بعد هم همراه همسرش و آرزو جسد اون رو به حمام انتقال میدن و بعد هم ستایی جسد رو تکه تکه میکنن و اون رو در سطل زباله های اکباتان رها میکنن.
فرامرز متولد سال 1345 بوده. دو تا برادر داشته و یه خواهر. به گفته اطرافیانش آدم خوبی بوده، مهربون بوده، رزمیکار بوده و همچنین تکنسین برق هم بوده و عاشق اتومبیلش بوده. خواهرش میگه اصلا به خاطر همین دلسوزیش بود که با آرزو ازدواج کرد، برای اینکه میخواست ازش حمایت کنه. همون طوری که بهتون گفتم آخرین بار با خواهرش صحبت کرد و موقعیت مکانی که بود همراه با آدمهایی که بود رو برای خواهرش شرح داد و به خواهرش گفت که من فردا میبینمت. بعد از اون خواهر فرامرز میگه که برادرش دو تا سیم کارت داشته، یکی برای ارتباطات خانوادگیش و یکی هم برای کارش. میگه بعد از اینکه فرامرز غیب شد، خط کاریش برای همیشه خاموش بود، ولی خط شخصی فرامرز دست آرزو بود و آرزو ادعا کرده بود که فرامرز این سیم کارت رو بهش سپرده. فردای اون روز اکبر خرمدین میره خونه خواهرش و میگه که اون شب فرامرز تا 2 شب خونه اونها بوده و با هم صحبت کردن راجع به طلا و بعد هم صبح زود با هم رفتن ورزش کردن و در آخر هم فرامرز گفته که از آرزو طلاق نمیگیره و بعدش هم رفته و دیگه ما ازش خبر نداریم. اکبر خرمدین همراه با پدر فرامرز و برادرهاش میرن اداره پلیس و این مفقودی رو گزارش میدن. اکبر خرمدین از خانواده خواهرش میخواد که پای آرزو رو به خاطر مریضیش به این پرونده باز نکنن و اونها هم قبول میکنن. چند روز بعد پلیس آگاهی ماشین فرامرز رو در نزدیکی محله مهرآباد پیدا میکنه. شیشه های ماشین شکسته بودن. چند تا از وسایل های شخصی فرامرز و شناسنامش داخل ماشین بوده. ولی پنل ضبطش، کارت ملیش و سویچ ماشین داخل ماشین نبوده. خانواده فرامرز وقتی ماشین رو میبینن نگران میشن، چون میدونستن که پسرشون علاقه زیادی به ماشین داره. خواهر فرامرز میگه که اکبر خرمدین سعی داشت ما را از اینکه دنبال برادرمون بگردیم منصرف کنه. یک بار بهمون گفت که فرامرز گفته من عاشق یه زن دیگه‌ام، میخوام برم اونجا باهاش ازدواج کنم. یک بار گفت که اون رو در خیابون دیده و فرامرز از دستش فرار کرده. یک بار دیگه به ما تهمت زد و گفت که خودتون فرامرز رو فراری دادین تا از دست ما فرار کنه. در حالی که پدر من هر روز میرفت اداره آگاهی و بعضی وقتا جسدهای ناشناس رو میرفت که شناسایی کنه به امید اینکه پسرش رو پیدا کنه. اکبر خرمدین از خانواده خواهرش خواهش کرد تا اتومبیل فرامرز رو به دخترشون بدن به عنوان یادگاری که حالش بهتر بشه، اما خانواده فرامرز اتومبیل رو ندادن. اونها میگن که ما همیشه عذاب وجدان داشتیم از اینکه برادرمون همسرش رو ترک کرده و رفته. بعد از 2 سال از گم شدن فرامرز، اکبر خرمدین به بهانه بیمه طلاق غیابی میگیره و دخترش رو تحت پوشش بیمه خودش قرار میده. میگه که حال آرزو خیلی بدتر شده بوده، دیگه اصلا نمیتونست راه بره و همش باید اون رو تر و خشک میکردن. مدت زمانهای زیادی در بیمارستان بستری بوده و هزینه هاش خیلی خیلی بالا بوده. سال 1393 بابک خرمدین از لندن بر میگرده به خاطر دلتنگی که به پدر و مادرش داشته. از یه طرف دیگه با فرامرز رابطه بسیار صمیمانه ای داشته و با هم دوست دوست بودن. اون که پیگیر مفقود شدن بهترین دوستش بوده، همش تلاش میکرده که ببینه چه اتفاقی برای دوستش افتاده، ولی در آخر هم اونم حرفای پدرش رو باور میکنه و کم کم بی خیال این داستان میشه. در سال 1395 هم پدر فرامرز از دنیا میره. خواهر فرامرز میگه رابطه ما با خرمدینا بهتر شده بود، ما دیگه
پیگیر برادرمون نبودیم آنچنانی، ولی در سال 1397 یک آرزو هم ناپدید شده بود و داییمون گفت که آرزو با یه مردی که همسن منه، یعنی همسن اکبر خرمدینه، ازدواج کرده و به ترکیه رفته. خواهرش میگه که ما این حرف رو نمیتونستیم قبول کنیم. وضعیت جسمانی آرزو جوری نبود که بتونه ازدواج کنه و اصلا بره ترکیه و حدسمون به این بود که اونو در آسایشگاه گذاشتن چون خودشون نمیتونن ازش پرستاری کنن. خانواده فرامرز میگن که حرفایی که اکبر خرمدین در مورد بابک و بی اخلاقی هاش میزنه رو ما باور نمی کنیم. بابک خیلی آدم اخلاقی بوده، جایی که دخترها بودن اصلا وارد نمی شده. از اون مهمتر، بعد از اینکه از لندن برگشته بود اصلا نمی تونست قبول کنه که فرامرز گم شده و هیچ خبری ازش نیست. اون از بچگی با هم بزرگ شده بودن و بارها پیگیر این مسئله شده بود. حتی خانواده فرامرز حدس می زنن که بابک احتمالاً از راز قتل‌ها خبردار شده بوده و شاید به خاطر همین هم به قتل رسیده. خانواده فرامرز میگن که اکبر خرمدین سرطان پیشرفته داره و کمتر از یک سال دیگه زنده است. اصلا شاید خودش میخواسته جوری رفتار کنه که جسدها پیدا بشه و رازش افشا بشه. 31 اردیبهشت ماه 1400 یک خبری منتشر شد مبنی بر این که افشین پسر کوچیک خانواده خودکشی کرده. ظاهرا نگهبان مجتمعی که خانواده خرمدین در اون ساکن بودن متوجه میشه که در آپارتمان خانواده خرمدین نیمه بازه. از زمانی که قتل‌ها اتفاق افتاده و خب بازرسی شده اونجا، ظاهرا افشین خونه پدر و مادرش زندگی میکنه، یعنی همون مکانی که برادرش و خواهرش و دامادشون به قتل رسیدن. نگهبان میگه که من دیدم در نیمه بازه، رفتم داخل و اسمش رو صدا زدم، هی گفتم افشین افشین، دیدم جواب نمیده. یکم نگران شدم، داخل که شدم دیدم که افشین افتاده، دستش روی شکمشه و بیهوشه و همین مثلا باعث شد که به اورژانس و پلیس تماس بگیرم. خب بردنش بیمارستان و متوجه شدن که به خاطر مسمومیت الکل و زیاد روی که در نوشیدن الکل داشته ظاهراً حالش بد شده. گفتن که الان حالش بهتره و این حدس رو به وجود آورده که احتمالاً خودکشی کرده، ولی خب میشه به نظرم حالش رو درک کرد. یک سری صحبت ها هم از آذر، یا این که بعضی خبرگزاری ها گفتن آزیتا دختر کوچیک خانواده، منتشر شد که ظاهراً در اون گفته که من از قتل هایی که پدر و مادرم کردن خبری نداشتم و اصلا باورم نمیشه اونا قتل کردن. گفته که برادرم بابک رابطه خوبی با پدر و مادرم نداشته و مادرم بارها از رفتار بد بابک پیش من شکایت کرده و گفته که خیلی ناراحتیم، ولی رفتاراش جوری نبوده که پدر و مادرم دست به قتل بزنن و از مردم خواسته که شایعه ها رو پیگیری نکنن و با آبروی خانواده‌شون بازی نکنن. و بعد هم که ازش پرسیدن که چرا پیگیر قتل خواهرت نشدی، گفته که ما حرفای پدرم رو باور کردیم که گفته که خواهرم رفته ترکیه. یکی دیگه از دلایلی که اکبر خرمدین برای قتل دخترش آورده اینه که آرزو به مادرش گفته بوده بعد از مرگ اکبر خرمدین من حقوق بیمه پدر رو برای خودم میگیرم و مقدار کمیش رو به مادر میدم. اون هم گفته من از این مسئله خیلی ناراحت بودم که همسرم در عذاب باشه. یکی از دلایلم همین بوده برای کشتن آرزو. ظاهرا اکبر خرمدین وصیت کرده که بعد از مرگش اون رو در روبروی قلعه بابک خرمدین به خاک بسپرن. این اپیزود هم به اتمام رسید. به محض اینکه اخبار جدیدی، حالا چه در مورد دادگاه یا اعترافات جدیدی بیرون بیاد، اپیزودهای بعدی رو هم حتما ضبط می‌کنیم و این پرونده رو به طور کامل کاور می‌کنیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. صدومه یه هزارومه چیز ناراحت است و خوشحال هستم از اینکه این سه نفر رو از بین بردن.
خوشحال هستم از اینکه این سه نفر رو به این بردم.